ریموت های کدلرن، ریموت های خودروها، ریموت هایی که باشون در پارکینگ رو باز و بسته میکنیم، تا چقدر قابل اعتمادند؟ چطور میشه هک بشن؟ چقدر اطمینان داشته باشم که من ریموت دارم خیالم راحته؟ توی این ویدیو میخوام به این سوالات پاسخ بدم. خیلی رو دیدم میگن که ببین ریموت کنترلر دستمه، میزنم در پارکینگ بسته میشه، یا کرکره مغازه میاد پایین، خیالم راحته، ریموت فقط دست خودمه، هیچ مشکلی نیست، امنیتم تامینه. ولی اینها نمیدونن که چه خطر بزرگی در کمین هست. به چه شکلی؟ و این ریموت ها به چه شکلی کار میکنن؟ ویدئوی قبلی رو حتما دیدی دیگه، اونجا گفتم یک کد ثابت 20 بیتی رو ارسال میکنه. مثل اینه که شاید توی فیلم های قدیمی دیده باشید، طرف میخواست بره وارد قلعه بشه، یک کد داشت، مثلا میگفت که کلمه رمز داشت، کلمه رمز رو که میگفت اون نگهبان داخل قلعه در رو باز میکرد، اینم میومد داخل. خب اینم داره همین کارو میکنه، یک کلمه رمز 20 بیتی داخل گیرنده هست، اینم داره، وقتی اینو میزنیم اینو میفرسته، اون میگیره و درو باز میکنه برامون. خب جالب اینجاست که توی اون قلعه فقط چیزی که میگفت اون نگهبانه میشنید، احتمال اینکه کسی اطراف باشه کم بود. شما فرض کن اون فردی که میخواد رمز رو بگه داد میزد، رمز رو داد میزد، یه نفرم اون نزدیکیه باشه، خب اون رمز رو میشنید، یاد میگرفت، اونم میتونست بیاد داخل دیگه، رمز رو بگه بیاد داخل. این کار، این ریموت ها هم همین کار رو میکنن. شما وقتی دکمه رو فشار میدید داد میزنه، اون رمز 20 بیتی تو داد میزنه که ای وای رمز 20 بیتی فلانه، که اون گیرنده بگیره. خب در اطراف هر گیرنده دیگه ای باشه اون رمز رو میگیره دیگه. خب همون کاری که ما میخوایم بکنیم، رمز رو میگیریم و دوباره همون دستگاهی که ما میسازیم همون رمز رو فریاد خواهد زد و اون گیرنده میگیره در رو باز میکنه. به همین سادگی این رمزش قابل هک شدن و شکسته شدنه، به همین سادگی. دیدی که به چه سادگی میشه رمزش رو شکست یا بهش نفوذ کرد؟ کار سختی نیست که. یه کسی دزدی مثلا بخواد بیاد وارد بشه، خب یه روز منتظر میمونه در پارکینگ، کسی که اومد در رو بخواد باز بکنه اون رمزه رو میگیره بعد میبره استفاده میکنه، خیلی راحت. خب پس این از این، اینا امنیت تقریبا ندارن. امنیت اون جایی که مثلا میگیم فرض کن ماشین، خودروی، حتی خودروهای داخلی الان ریموت هایی که دارن امنیتش خیلی بالاست، مثل اینها نیست که بیاد کد رو فریاد بزنه. هر بار که دکمه رو شما میزنید یک کد دیگری رو ارسال میکنه، یک کدی رو ارسال میکنه که قبلا ارسال نکرده و باطل میشه، اون کد قبلی که اون فریاد زده باطل میشه. یعنی کس دیگری اگر اون رو بشنوه دوباره بگه اون در براش باز نمیشه. میدونید چه شکلی کار میکنه؟ اینها به این شکل کار میکنن. این فرستنده، گیرنده، فرستنده، وقتی که دکمه رو میزنید و میگید که باز کن، این فرستنده میاد به این گیرنده میگه که به هم یک کدی بده، گیرنده یک کدی میفرسته برای فرستنده. در واقع میشه گفت این شکلی، فرستنده به گیرنده میگه که آقا ازم سوال کن، و این میاد یک سوالی ازش میپرسه، حالا این باید به اون سوال جواب بده. خب اگر به اون سوال جواب درست داد درو براش باز میکنه، اگر جواب غلط داد باز نمیکنه. حالا اگر کسی بیاد بخواد اینو کپی بکنه، خب جواب یه سوالو کپی کرده، اون موقعی که میخواد جواب بده گیرنده ازش یه سوال دیگه میپرسه، خب این جوابش دیگه به درد بخور نیست. به این شکل کار میکنن و این تقریبا میشه گفت که اگر رمز بزرگ داشته باشه غیر قابل نفوذ هست. تقریبا همون سیستمی که توی خودروها استفاده میشه، ولی ببین از روی دکمه های ریموت نمیشه کپیش کرد، ولی اون ریموت های خودروها اگر باز بکنید یه چیپست داخلش هست، اون چیپست اگر دست کسی بیفته میشه ازش کپی گرفت. یا یه کارت سویچ دارن، اگر اون کارت سویچ دست کسی بیفته میتونه که سویچ شما رو کپی کنه، چون رمز اصلی داخل اون کارت هست. به این شکل کار میکنن. خب امیدوارم این اطلاعاتی که بهتون دادم براتون مفید بوده باشه. اگر تجربه‌ای در این زمینه داری برای من کامنت کن، یا اگر سوالی داری جایش نامفهوم بود ازم بپرس تا من بهش جواب بدم. ازت ممنونم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردی، منتظر ویدیوهای بعدی باش که در مورد ماژول های رادیوییه. تا اون موقع هم مواظب خودت باش، موفق و مؤید باشید.